طرف 50 سال آبرو عزت جمع کرده برای خودش و تو به 5 دقیقه حیثیت و شرافتی رو زیر پا کردی. چی گناهی بزرگتر از این باشه؟ میگرده شب و روز از این پرسان بکنه، از او پرسان بکنه، به این تماس بگیره، به او تماس بگیره، مثل یک وظیفه و وجیبه باری برای بگردیم که در وجود یک کس یک عیب پیدا کنیم، یک نقص پیدا کنیم، فکر کنیم چی میکنه، با کی ارتباط داره، با کجا میره، با کی میشینه، با کی میخیزه. رفتی زمینیش غصب کردی، خانه‌ایش به زور گرفتی، پولش به زور گرفتی، مالش به ناحق و چل و فریب و نیرنگ ازش گرفتی و بعد تو میایی به اصطلاح دلت هست که با دور کرد نماز خواندنی بخشش بشه. والله که رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمان که یکی از جمله گناهانه که الله نفرین کرده او را همیست که تو طفلی را از آغوش مادر را از اولادش جدا بکنی. شما را به خدا قسم دارن امو جامعه همی ظلم نیست؟ هزارها طفل را از آغوش مادر جدا نکردن، طفل 2 ساله را از روی سینه مادر نگرفتن. برای زن بیوه بیچاره میگه یا با اعضای یکی زمین خانواده ازدواج میکنی به همین خانواده میمونی، یا یکی نیک ما طفلای خود را ازت میگیریم. برادران و خواهران عزیزم، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بعضی از گناهانی هست که بخشیده نمیشود. آیا میدانید کدام گناهان هست که بخشیده نمیشود؟ تا زمانی که کسی که صلاحیت بخشش نمو گناه را داره نبخشد شما را. شاید در ذهن و فکرتان خیلی از مسائل بگذرد که یعنی چی؟ مگر خداوند غفور و رحیم نیست؟ خداوند بخشاینده و مهربان نیست؟ بدون شک که الله سبحانه و تعالی بخشاینده و مهربان هست، غفور و رحیم هست، اما یک سلسله گناهانی هست که خود پروردگار عالم صلاحیت بخشش او را برای کسی دیگری داده و متاسفانه خیلی از ماها در شبانه روزی گناه ها را انجام میدیم در حالی که از او غافل استیم. آیا میدانید کدام گناهان است که بخشش نمیشود تا زمانی که شما از خود شخص معذرت نخواهید، عفو بخشش نخواهید، تا زمانی که طرفی که شما می ظلم در حقش انجام داده شما را نبخشد؟ من چند تا نمونه را بیان میکنم. این گناهان خیلی زیاد است ولی تقریبا چند دانه اینا رو ذکر میکنم که ببینید ما و شما چقدر غرق در این گناه ها هستیم، چقدر آلوده هستیم. و تلاش بکنیم پیش از اینکه از دنیا میرویم باید عفو و بخشش بطلبیم تا اینکه باشد که مورد بخشش قرار بگیریم. یکی از این گناهان اشکی را ریختاندن، دلی را شکستن، قلبی را محزون کردن، داغی را بر لب کسی گذاشتن، یکی از این گناه ها همین است. چقدر دلها را شکسته باشیم، چقدر چشمها را اشکالود کرده باشیم، چقدر داغها را بر لبان غمدیدگان گذاشته باشیم و هیچ فکرش هم نکردیم که ما گناه کردیم یا نه، و شاید از کارت خوشحالم بوده باشی، در حالی که دین ما برای ما چی میگه؟ نه تنها که تو حق نداری اشکی را بریزانی، دل را بشکنی، قلبی را محزون بسازی، بلکه میگوید یکی از بزرگترین عبادات این است که تو دل را خوشحال بسازی، لبخند را بر لبان داغ دیده ای بیاوری. سرور تدخله على قلب مسلم، یک خبر خوشی در یک قلب وارد کردن، کسی را خوشحال ساختن، این خود یک عبادت بزرگ است. همون طوری که این عبادت است، شکستاندن دلی هم خیانت و جرم است، گناه است. دوم، آبرو به عزت کسی را بردن. چقدر افراد بی آبرو، بی عزت و بی شخصیت کردیم؟ طرف 50 سال آبرو عزت جمع کرده برای خودش و تو به 5 دقیقه حیثیت و شرافتی رو زیر پا کردی. چی گناهی بزرگتر از این باشه؟
در حالی که دین برای ما میگه که مسلمان واقعی کسی است که آبرو به عزت یک انسان را حفظ بکند. ما و تو مأمور به این شدیم که آبرو به عزت انسان ها را حفظ بکنیم، پرده را روی به اصطلاح عیوبشان کش بکنیم، نه که پرده را بالا بکنیم تا مردم همه عیب و عیوب اونها را ببیند. ولی ما دنبال عیب جویی هستیم، دنبال پیدا کردن نقص کسی هستیم، دنبال بی عزت کردن کسی هستیم و حرفم از مسلمانی میزنیم. و یه از جمله گناهان است که تا زمانی که فردی که بی عزت کرده تو را نبخشد، الله این گناه را نمیبخشد. تو آبرو به عزت و حیثیتی را بردی و نه تنها که الله تو را نمیبخشد، بلکه تو هم در نمی سرنوشت بی عزتی و بی آبروی دوچار میشی. منتظر نمی قضیه باش. اونهایی که شب و روز تیشه گرفتین به تخریب کردن شخصیت دیگران و بهتان بستن برای دیگران و بی عزت کردن دیگران، خوب بشنوید. سوم، غیبت کردن کسی یا تهمت زدن برای افراد. غیبت او چیزی است که در وجود طرف وجود داره، تو را تکرار میکنی پشت سرش، و بهتان چیزی است که در او وجود نداره و تو به اصطلاح بنابر گپ شنیدگی مردم او را تکرار کرده و قصه کرده بر جروان است، یا خودت یک چیز را پیدا میکنی برش، یک بهتان برش میزنی، در حالی که هر دوی این از جمله گناهان حقوق الناس است، حق مردم است. تو پشت سر او بدگویی میکنی، برش تهمت میزنی، آبرو عزتش زیر پا میکنی و بعد خوشحالم است. و الله سبحانه و تعالی انجام دهندی چنین گناهی مورد لعن و نفرینش قرار داده در قرآن. ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، کسایی که بهتان میبندن برای نمو مؤمنای پاکدامنی که غافل هستن، خبر ندار از این چیزی که تو به اون نسبت داده ای. الله میگه لعنت خدا بر اینها، عذاب رب العالمین برای ایناست. این خیلی گناهی بزرگ است. پنجم، تجسس کردن در مورد عیوب دیگران. میگرده شب و روز از این پرسان بکن، از او پرسان بکن، به این تماس بگیر، به او تماس بگیر، مثل یک وظیفه و وجیبه باری برای بگردیم که در وجود یک کس یک عیب پیدا کنیم، یک نقص پیدا کنیم، سعی کنیم چی میکنه، با کی ارتباط داره، با کجا میره، با کی میشینه، با کی میخیزه. این جمله حق انسان، حقوق الناس، جمله گناهی مربوط به حقوق العباد میشه. تو حق نداری در مورد عیوبش تجسس بکنی، و نه تنها که حق نداری برای زی یک عیب پیدا بکنی، بلکه اگر عیبی رم دیدی یا کسی دیگه برید گفت، تو باید او را بپوشانی. ولا تجسس و تجسس نکنی دنبال عیبی مردم. و اگر تو یک دفعه سر در گریبان خودت بکنی که سر تا پا غرق در عیوب است، هیچگاهی کار را نمیکن. و ششم، که از جمله گناهان بسیار بزرگ است که الله نمیبخشد تا زمانی که او صاحب کسی که تو در حقش ظلم را انجام دادی تو را نبخشه، تمسخر کردن و تحقیر کردن دیگران است. مسخره میکنی او را، تحقیرش میکنی، بی آبرو بی عزتش میکنی، با همه جا با چشمت اشاره میکنی، فلانی را دیدیم، با سرت اشاره میکنی، فلانی، منظورت مسخره کردن و تمسخرش است. مسخره کردن کسی، اگر به چهرهش او را میخندی، ریشخند میکنی، به قد و قامتش، به آوازش، به رنگ و رخش، تو در حقیقت الله را مورد تمسخر قرار داده، چون الله او را آفریده با همون قد و قامت و وضعیت. تو چرا مسخرش کن؟ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا. حق مسخره نداری. و ششمین گناهی که از جمله گناهای بزرگی است که الله نمیبخشد او را، ظلم نمودن در حق کسی با انواع مختلف، هر نوعی ظلمی که باشه. ظلم یکی است که طرف حق طلبت و حقش نمیدی. حالا این حق میراث باشه، مهر باشه، نفقه باشه. و دوم ای که حقوقی که او داره تو را ازش سلب میکنی، خود یک نوعی ظلم دیگر است. وی از جمله حقوق الناس است. الله نمیبخش
انسان ظالم نمی میرد مگر اینکه الله ازش انتقام میگیره در دنیا. و ای که تو یک کسی رستاد کنی به سیلی بزنی، به لگت بزنی، به کیبل بزنی، شلاق بزنی، لتوکوبش کنی بدون موجب، چی گناهی بزرگتر از این باشه؟ پیغمبر بریم صلی الله علیه وسلم برای معاذ وصیت میکنه که خودت از دعای مظلوم دور نگاه کنه. این معاذ بسیار خطرناک است و بین مظلوم و الله هیچ پرده ای نیست، حجابی نیست، و مجردی که مظلوم بگوید الله، الله میگوید لبیک بنده. از دعای مظلوم خودت نگاه کن. و هشتم، مال کسی را به زور گرفتن، بخوردن با چل و فریب و نیرنگ، یه جمله حقوق العباده. الله را نمیبخشه تا اینکه خود صاحب مال تو را نبخشه. رفتی زمینیش غصب کردی، خانهیش به زور گرفتی، پولیش به زور گرفتی، مالیش به ناحق و چل و فریب و نیرنگ ازش گرفتی، و بعد تو میایی به اصطلاح دلت هست که با دور کرد نماز خواندنی بخشش بشه. این بدبختایی که قصرها را آباد کردن، اکتارها زمین خریدن و به اصطلاح باغ و ویلا جور کردن برایشان، با پول مردم، خون مردم بازی کردن، ای با نماز و حج و روزه نبخشیده نمیشه تا زمانی که تو از خود صاحب مال معذرت نخواهی و او تو را نبخشه. و نهم، طفل را از آغوش مادر جدا کردن. چه ظلمی بدتر از این؟ چه گناهی بدتر از این؟ نمونه بارز این در جامعه ما همیست که اگر زن شوهرش فوت میکنه، یا کشته میشه، یا او را طلاق میده، فوراً اول دعوایش همیست که والله طفلکاخ میراث ماست، مال ماست، حق خودم است. او طفل یک ساله و دو ساله و سه ساله و پنج ساله ای که فریاد میزند، عشق میریزد که من مادرم میخوام، نمیخوام از آغوش گرم مادرم جدا شم. و تو او را از آغوش مادر جدا میکنی. والله که رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمان که یکی از جمله گناهانه که الله نفرین کرده او را همیست که تو طفل را از آغوش مادر را از اولادش جدا بکنی. یک پرنده را حق نداری از جوجهش جدا بکنی، چون در عالم حیوانات هم احساس است. شما جوجگک یک حیوان رو بگیرید، او تا جایی که توان داره دفاع میکنه از اون مادر خود رو میکشه، خب ولیکن میگید طفلش زنده بمانه. تو چطور یه اولاد رو از اون مادر جدا میکنی؟ و بعد نامش هم میگذاره طبق دین خدا و دستور و شریعت قرای محمدی این طفل برای ما میرسه. شما رو به خدا قسم دارن امو جامعه همین ظلم نیست؟ هزارها طفل را از آغوش مادر جدا نکردن، طفل دو ساله را از روی سینه مادر نگرفتن. برای زن بیوه بیچاره میگه یا با اعضای یکی زمین خانواده ازدواج میکنی به همین خانواده میمونی، یا یکی نیه که ما طفلای خود را ازت میگیریم. و حج هم رفتی، حاجی هم هستی، مسلمان هم هستی، بی بی حاجی هم هستی، مخون نواسگه که خود نمیدیم برای کسی. نی دین چی میگه؟ اسلام میگه تا زمانی که این همی طفل برای مادر ضرورت داره و نه همین مادر نیاز داره که می در آغوشش طفلش باشه، تو حق جدا کردنش نداری. نه تنها که حقش نداری، بلکه کل مصارف این همون طفل رو هم باید بدی، برای مادرش هم اجوره و مستعین بکنی که همون طفل به وجه احسن تر نگاه بکن. جمله گناهانیست که الله نمی بخشه تا زمانی که اون مادر تو رو نبخشه، که صد مرتبه حج رفته باشی دست به خانه کعبه زده باشی. و گناهی دیگری که الله او را نمیبخشه تا خود صاحب او حق تو را نبخشه، پایمال کردن حق همسر است. نفقش، خانهش، مسکنش، آنچه که شریعت من حیث حق به او معرفی کرده. ما چقدر داریم از این افراد؟ نه طلاقت میدم، نه مصارف میدم برید، نه با تو زندگی میکن. مسلمان هم هست. آه میگه سید خب یک طور میگه نماز تهجد میخونم، میگه سید دعا میکنم. هزارها زن بیچاره را بی سرنوشت و معلق گذاشتن. به او در بعضی از موارد او زن جاهل هم رفته به زدش گفته برو طلاق نمیدیم، میره یک شوهری دیگه هم میگه، رفته به کسی دیگه هم ازدواج کرد. حالا بیا جور کن. دین چی میگه؟ یا
فامساكم بمعروف او تسريح باحسان، یا به خوبی امرای زندگی یا خوبی رایش پشتکارش. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، حق نداره رو نگاه کنی به خاطر ضرر رسانده. یا یک تقاضای بیجا میکنه، دو لک روپه مهر داده، حالا ده لک روپه تقاضا میکنه، ده لک میدی طلاقت میدم، نمیدی هیچ، برو پشت کار. همون تو باش، من خب مرد هستم، بریم جواز داره، میرم میگی یک زن دیگه میگیرم، باز بر اصطلاح مصروف زندگی خود هستم، تو باش همه طور بی سر نوشت. جرم است، گناه است، والله که نمی جرمم، جرمش کمتر از شراب نیست. تو یک انسان معلق بی سرنوشت بگذاری، حقش هم پایمال بکنی، حقوقش هم ندی، و تو سبب بشه که این زن اینم جهل بکنه، حماقت بکنه، بره با مرد دیگری بدون اینکه از تو طلاق بگیره رابطه برقرار بکنه و با او به اصطلاح هزارها فجای دیگر انجام. و گفتم که این نمونه ها خیلی زیاد است، این گناه من به اینا به عنوان نمونه گفتم برات، عنوان مثال. و آخرین مثالی که میدم، سلب آزادی ها به حقوق مردم، آنچه که مرتبط به حق العباد میگیره. برای انسان ها الله حق آزادی داده، حق کار داده، حق تعلیم داده برای اینها، و تو بیایی یا از آدرس فرد بیایی صلاحیت ها را ازش بگیری حقوقش، یا از آدرس یک نظام و حکومت بیایی، هر کسی که باشه، وقتی خالقش او را آزاد آفریده، برش حق انتخاب داده، حق آزادی داده، حق تعلیم داده، و تو میای کل این صلاحیت ها را ازش سلب صلاحیت میکنی، یا از آدرس فرد میای کار میکنی، یا از آدرس یک نظام و حکومت، والله که الله اینمی عقر نمیبخشه تا وقتی که صاحب حق تو را نبخشه. دین برش اجازه داده او درس بخونه، تعلیم بکنه، تو رو بی‌ثبات نگاه میکنی. حساب میگه در خانه و در فامیل ما کسی حق درس خواندن نداره، حق مکتب رفتن نداره، میگه حق دانشگاه و پانتون رفتن نداره. سید دین برش حق انتخاب داده که او همسر آیندهش انتخاب بکنه، تو از جایش تصمیم میگیری نه من انتخاب میکنم. انمو بچه که من میگم تو باید بنمو ازدواج کن، امو دختره که من میگم تو باید بنمو ازدواج کن، نه عزیزی برادر، ولو پدر باشی، مادر باشی، برادر باشی، کاکا باشی، ماما باشی، هر کسی که باشی، تو هم که بنیمی جایگاه من حیث پدر و من حیث مادر بنیمی مقام رسیدی، مقام تو رو همی دین معرفی کرده، همی دین برای دمی جایگاه داده، همی دینی که برای نمو دختر دمی حق داده که باید شوهرش انتخاب کنه، همی دینی که تو رو من حیث مادر و همی جایگاه و مقام رسنده، برای پسر دمی حق داده که هم باید همسر آیندهش انتخاب بکنه، دینی که برای تو صاحبی، تو را صاحب میراث ساخته، برای نمو خواهرت هم همین دین همو میراث انتخاب کرده، برای زنت هم همین دین میراث داده، چرا حقش نمیدی؟ اسلام برش حق میراث داده تو نمیدی، حق مهر داده تو نمیدی، حق آزادی انتخاب همسر داده تو نمیدی، حق تعلیم داده برش نمیدی. و بعد میگین که والله ما مسلمان هستیم، اوه اوه الحمدلله، میگه ایتون نماز خان، ما کسال یک مرتبه میگه عمره نرم، طاقتم نمیاد. تو یک دفعه نگاه کن چی میکنی، صد مرتبه به عمره بری، این گناه حقوق الناس و حقوق العباد، آنچه که مرتبط به آبروی مردم، عزت مردم، شخصیت مردم، حقوق مالی مردم، حقوق جانی مردم میشه، آنچه که مرتبط به حقوق الناس میشه، تا زمانی که او صاحب حق تو را نبخشه الله نمیبخشه. ایمان داشته باش، به این یقین داشته باش، و روز قیامت هم فیصله الله برای مبنا میچرخه. این گونه است که به اصطلاح روز قیامت هم، چون در اونجا دیگه یوم لا ینفع مال و ولا بنون، پول و مال و قدرتی چیزا نیست، نیکی هایت میگیره برای نمو کسی که حق طلبه برای امیده، و اگر تو نیکی نداشتی باید از بدی های حضور رو برمیداره سر بارت میگذاره تا بفهمی که چی میکردی در دنیا. به هر حال عزیزان من، موفق و معید باشین. السلام علیکم و رحمت الله.